درود بر شما دوستان و همراهان عزیز کانال سرانه ترس رهبری جمهوری اسلامی از شکست‌های سازمان اطلاعاتی است شکست‌های اطلاعاتی و چند روز پیش وقتی خبر ناگهانی برکناری حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه منتشر شد کارشناسان در سرتاسر سر دنیا گمان زنی های زیادی را درباره دلایل این اتفاق مطرح کردند نامش حسین طائب چهرهی مقتدر که نام اطلاعات سپاه در این سالها با او شناخته شد رسانه های حکومتی و حامیان حکومت اما با تمجید و تعریف از حسین طائب مدعی شدند طائب برکنار نشده بلکه او که خدمات فراوانی به نظام جمهوری اسلامی کرده تصمیم به بازنشستگی گرفته تا جای خود را به یک نیروی تازه نفس بدهد و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به مهمترین و تاثیرگذارترین سرویس اطلاعاتی منطقه تبدیل کرد اما نشانه های فراوانی وجود داشت از اینکه چنین ادعایی صحت ندارد و حسین طائب که متولد سال 1342 و همسن فرزندان اکثر روحانیون حاکم بر جمهوری اسلامی است و از زمان تشکیل اطلاعات سپاه یعنی حدود 13 سال پیش ریاست آن را بر عهده داشته به خواست خودش بازنشسته نشده بلکه خامنه او را برکنار کرده موساد دستگاه اطلاعاتی غربی تمام این سازمان اطلاعات سپاه تمام بخش اصلی سپاه در اختیار گرفتن راحت میان میرن هر کاری بخوان میکنن محمد سرفراز رئیس سابق سازمان صدا و سیما که از جمله به خاطر اختلاف با حسین طائب مجبور به کنارگیری از سمتش شد در توییتی درباره برکناری طائب او را فردی دروغ پرداز و سناریو ساز خواند که به جای مقابله با سیا و موساد به شهروندان بیگناه اتهام میزد. سرفراز نوشته برکناری دیر دیرهنگام حاج حسین طائب زیان جبران ناپذیری برای یک کشور داشت به جای رقابت در تصاحب قدرت حلقه نامطلوب روایت ساز دروغ پرداز بازجو و جاسوس ساز را برکنار کنید و جلوی درز اطلاعات حساس کشور به سازمان سیا و موساد را بگیرید تا جای خادم و خائن عوض نشود تنها دو روز پس از برکناری حسین طائب خبر برکناری فرماندهی بخشی از سپاه که مسئولیت حفاظت از جان علی خامنه ای و اعضای خانواده و بیتش را بر عهده دارد منتشر شد روابط عمومی سپاه پاسداران روز شنبه چهارم تیرما اعلام کرد که ابراهیم جباری فرمانده سپاه حفاظت ولی امر برکنار و حسن مشروعی فر جانشین او شده ابراهیم جباری فرمانده اخراجی سپاه حفاظت ولی امر همچون حسین طائب از دوستان مشتبه خامنه ای بود و از زمان جنگ ایران و عراق با او رابطه دوستانه داشت. برکناری جباری ثابت کرد که برکناری تائب هم امری عادی و معمولی نبوده و در پشت پرده اتفاقاتی در جریان است. اکنون روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز با استناد به منابعی در داخل ایران و اسرائیل گزارش داده که یک اتفاق دیگر هم در سطح فرماندهان سپاه صورت گرفته که رسانه‌های داخلی همگی آن را سانسور کردند. نیویورک تایمز نوشته علی نصیری فرماندهی حفاظت اطلاعات سپاه چند هفته پیش از برکناری طائب و جباری به اتهام جاسوسی برای اسرائیل بازداشت شده. شاید تو خیلی از کشورها این خیلی جز ملاحظات اصلیشون نباشه، رعایت اصول اعتقادی خیلی براشون مبنا نباشه ولی ما همه مباحثمون باید مبتنی برای موضوعات این موضوعات باشیم این علی نصیری فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه است که چهار سال پیش میگفت از زمانی که سپاه مسئولیت حفاظت از جان شخصیت ها را بر عهده گرفته دیگر کسی نمیتواند آنها را ترور کند ببین امروز مجموعه حفاظت شخصیت ها برای اینکه بتونه بروز باشه الزامن نیاز به این داره که نسبت به کشورهای دیگه هم یه شناختی داشته باشه دیگه یعنی بالاخره اون حال هم باید مورد ارزیابی خودش قرار بده گزارشی که خدمتتون عرض کردم در حوزه شخصیت ها ما واقعا ترور شخصیت ها رو ما بعد از شکگیری حفاظت از شخصیت ها دیگه نداشتیم این خودش نشون دهنده اینه که تو حوزه هم تاکتیک و هم عمل هم اقدام هم کارهای اطلاعاتی بچه‌ها خودشون رو تونستن به روز بکنن اگر ترور دانشمندای هسته‌ای هم شما میبینید اتفاق افتاد اصلا اونا محافظی نداشتن قبل از اینکه واقعه بله داشتن. اصلا قبل از اینکه این که اتفاق بیفته یعنی اتفاقی که افتاد چند تا از دانشمندای هسته‌ای ترور شد اصلا اینو محافظ نداشتن خیلی به راحتی میشد انجام داد یا مثلا شما سبب سیاد شیرازی که ترور شدن ایشون همون همراه خودش محافظ نداشتن البته از آن زمان تا کنون نه تنها چندین نفر از افراد درگیر در برنامه هسته‌ای و نظامی جمهوری اسلامی از جمله محسن فخری زاده، ترور شدند بلکه حملات متعددی هم به تاسیسات نظامی و هسته‌ای جمهوری اسلامی صورت گرفته که همه گی به اسرائیل نسبت داده شده نیویورک تایمز به نقل از منابعی در داخل حکومت جمهوری اسلامی نوشته تایب قرار بود یک سال پیش از سازمان اطلاعات سپاه برکنار شود ولی او به خامنه ای گفته بود به او یک سال دیگر فرصت بدهد تا با نفوذهای امنیتی صورت گرفته توسط موساد مقابله کند اما طائب نه تنها موفق به چنین کاری نشد بلکه عملیات موساد در ایران بیش از پیش گسترش یافت و هر روز لیست افرادی که توسط موساد ترور می شدند طولانی تر شد بینید تمام ادعای علی خا... آقای خامنه ها تمام ادعای حکومت در سالهای گذشته مرور کنید در مورد اشراف اطلاعاتی دستگاه امنیتی ما نمیدونم چنین میکردیم چنان میکردیم اصلا افتضاح شده بر کناری برکناری بر کناری جباری فرمانده سپاه حفاظت ولی امر و بازداشت سردار نصیری فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه قطعا ثابت می کند که علی خامنه ای نگران جان خود و فرزندانش بوده و به همین خاطر تصمیم گرفته تغییرات اساسی در بخش امنیتی سپاه انجام دهد به این تصویر نگاه کنید تصویری از یکی از دیدارهای علی خامنه ای با فرماندهان سپاه ده ها نفر از افراد حاضر در این مراسم به جای آنکه صورتشان به سمت سخنران یعنی علی خامنه ای باشد به حاضران نگاه می کنند. این افراد در واقع محافظان علی خامنه ای هستند این تصویر عمق اعتمادی علی خامنی به فرماندهان سپاه و ترسش از نفوذ موساد را به اثبات میرساند البته رهبر جمهوری اسلامی به شدت عصبانی است که چرا بیتش تا این میزان شیشه شده و همه میتوانند اتفاقات داخلش را ببینند و دلایل آن را حدس بزنند خامنه ای به همین خاطر در سخنرانی اخیرش خواستار برخورد جدی با مردم در فضای مجازی شد تا مردم تنها شنونده ی روایت های رسمی مورد نظر او باشند و اخبار دیگری نشنوند. یکی از حقوق عمومی مردم همینه که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه؟ یعنی هر روز یه شایعی، یه دروغی، یه حرف حراس افکننده ای تو زنها پخش نشه. حالا تا دیروز فقط روزنامه ها بودن که این کارها رو میکردن حالا فضای مجازی هم اضافه شد هر چند وقتی چند روز یه بار گاهی چند ساعت یک بار یه شایعه یه دروغی، یه حرفی رو یه آدم مشخصی نمشخ... یا نامشخصی تو فضای مجازی منتشر میکنه مردم رو نگران میکنه ذهن مردم رو خراب میکنه یه دروغی رو مطرح میکنه شایع میکنه خب این امنیت روانی مردم از بین میره این. این یکی از وظایف قوه قضایی برخورد با این مسئله است علی خامنه ای همچنان در رویای دهه 60 است دهه‌ای که اکثریت مردم در تاریکی و نادانی بودند و از ماهیت واقعی سران نظام خبر نداشتند و سران حکومتی می توانستند هر جنایتی که میخواهند انجام دهند و هر دروغی که دلشان میخواهد به خورد مردم بدهند و منبع و رسانه برای به چالش کشیدن این دروغ ها وجود نداشت ما در سال شست مقابل این همه حادثه و شدت عمل توانستیم بیستیم رو خودمون دشمن رو ناامید کنیم امروز هم میتونیم خدای سال شست همون خدای امسال خدای دورانهای سختی و دورانهای گوناگون یکی سنت های الهی سر جاش. سپاس از همراهی شما لطفا فراموش نکنید سابسکرایب کنید کامنت بزنید و لینک ویدیوهای ما رو برای دوستانتونم هم بفرستین اگه دوستانین از ما حمایت مالی کنین لطفا روی کلید جوین کلیک کنید